مسلمانان کشورهای مختلف در رمضان. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy. رمضان در صربستان. جمهوری صربستان یک کشور محاط در خشکی در مرکز جنوب شرقی اروپا واقع شده و پایتخت آن شهر بلگراد است. این کشور دارای 29 ناحیه و 3 استان خودمختار است. صربستان در بخش جنوبی جلگه پانونی و شبه جزیره بالکان قرار گرفته و از شمال با مجارستان، از شرق با بلغارستان، از جنوب با جمهوری مقدونیه و مونتنگرو و از غرب با کرواسی و بوسنی و هرزگوین هم مرز است. صربستان با مساحت 88361 کیلومتر مربع جمعیتی معادل 7,498 نفر را دارا می باشد. حدود 27% سرزمین صربستان پوشیده از جنگل است. شرایط طبیعی و به ویژه ناهمواری‌ها و شرایط توپوگرافیک صربستان به گونه ای است که این کشور بهره‌مند از دشت‌های واسطه‌ای کوچک و بزرگ است که به همراه اقلیمی نسبتاً مساعد و متنوع و وجود منابع آب کافی به بزرگترین مرکز تولیدات فراورده‌های کشاورزی یوگسلاوی تبدیل شده بود. صربستان دارای آب و هوای قاره‌ای است، به این معنی که در این کشور تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد وجود دارد. عبور رودخانه دانوب و شاخه‌های آن در صربستان نیاز آب کشاورزی 94% از زمین‌های زیر کشت این کشور و ویودینا ایالت شمالی این کشور را برطرف می‌کند. برای قرنها در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب یک پادشاهی قدرتمند سرب موسوم به امپراتوری صربستان در قرون وسطا بیشتر بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال 1817 در پی قیام دوم سربها به وجود آمد. مرزهای امروزی کشور پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. در آن زمان صربستان یک واحد فدرال درون جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی شد. صربستان یک بار پس از فروپاشی یوگسلاوی در سال 1990 و بار دیگر در سال 2006 پس از آنکه مونتنگرو از اتحاد این کشور جدا شد و به وضعیت حکومت منفرد درآمد و همکنون به صورت جمهوری فدرال اداره می شود. نژاد سرب با اکثریت 82.86% نژاد غالب صربستان است. علاوه بر این، مجارها 3.91%، بوسنیایی‌ها 1.82%، کولی‌ها 1.44%، یوگسلاوها 1.08% و 8.00
89% جمعیت صربستان را نژادهای متفرقه دیگر تشکیل می‌دهند. صربستان از لحاظ مذهبی یکی از ناهمگون‌ترین کشورهای قاره اروپا است. در این کشور مسیحیان ارتدوکس شرقی 84.1%، مسیحیان کاتولیک 6.24%، مسلمانان 4.5% و مسیحیان پروتستان 1.44% از جمعیت سرزمین را شامل می شوند. استان خودمختار کوزوو با جمعیت 90% مسلمانان بیشترین میزان پیروان اسلام را در کشور صربستان دارد. کوزوو از سال 2008 از صربستان اعلام استقلال کرده، اما کماکان زیر نظر نمایندگان موقت سازمان ملل این کشور اداره می شود. اسلام در صربستان. صربستان به همراه مقدونیه، مونتنگرو و بوسنی و هرزگوین از سال 1389 میلادی زیر سلطه امپراتوری عثمانی رفت و حضور جدی مسلمانان در صربستان به قرن 16 میلادی به بعد و زمان حضور عثمانی ها باز می گردد. در واقع شکلگیری هسته مرکزی اسلام در یوگسلاوی از زمان روند طولانی مدت اسلام سازی در بین اقلیت‌های مختلف نژادی نسل اسلام و همچنین مهاجرت‌های شرق تبار، جذب و اسکان گروه‌های غیر اسلامی و از همه مهمتر اقامت تعداد قلیلی از ترک نژادها و عثمانیان در صربستان آغاز گردیده است. پس از خروج عثمانی ها از صربستان در سال 1868 و بر اساس فرمان پادشاه میخائیلوویچ، اظهار اسلام در سراسر این کشور ممنوع شد. اما با این حال مظاهر اسلامی همچون مساجد به حال خود باقی ماندند. پس از حاکمیت کاتولیک های اتریشی در صربستان، آنها تمام مساجد را ویران کردند. در آن زمان فقط در بلگراد 273 مسجد وجود داشت که به جز مسجد بایراکلی که همکنون نیز مورد استفاده مسلمانان است، ما بقیه مساجد را ویران کردند و بایراکلی را نیز به کلیسا تبدیل کردند. در سال 1876 میلادی به دنبال افزایش جمعیت مسلمانان و مقامات شهرنشین در صربستان، توافقنامه‌ای در این کشور به امضا رسید که بر مبنای آن شهروندان پیرو دین اسلام مانند دیگر اقلیت‌های مذهبی کشور صربستان می‌توانند به ترویج قوانین دینی خود بپردازند. پیروان اهل سنت اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان صربستان را تشکیل می‌دهند. مسلمانان صربستان از لحاظ کمبود تعداد مراکز و مکان‌های اسلامی برای جماعت و اقامه نماز در تنگنا قرار دارند و بعضاً برای گرد همایی ها و برپایی نمازهای جماعت مجبورند در نمازخانه های کوچک و یا منازل یکدیگر یا مراکز فرهنگی غیر از مساجد جمع شوند. رمضان در صربستان. مسلمانان صربستان معتقدند ماه مبارک رمضان فرصتی است که مردم به یکدیگر نزدیک می‌شوند و خداوند در این ماه دروازه‌های بهشت را به روی بندگان خود باز می‌کند. هر سال در زمان ماه مبارک رمضان مراسم بزرگ افطاری توسط مسلمانان و روزداران و با حضور صدها هزار نفر از مسلمین و همچنین سفیران و نمایندگان مهاجرین کشورهای مختلف در صربستان در مسجد بایراکلی در بلگراد پایتخت این کشور برگزار می شود. مسلمانان صربستان توجه ویژه‌ای به همه آداب و رسوم اسلامی دارند. حضور 600 سالی اسلام در منطقه بالکان نشان از آن دارد که سنت و معنویت اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی و فردی زندگی مسلمانان منطقه بالکان
از جمله سربستان به خوبی ریشه دارد. در این ماه مبارک تقریبا در همه شهرهای سربستان بعد از نماز ظهر بنا به سنتی پسندیده مرسوم است که یک جزء قرآن خوانی در مسجد یا مراکز فرهنگی برگزار شود و برخی از افرادی که به خوبی مسلط به روانخوانی و روحانی قرآن هستند بر قرائت دیگران نظارت می کنند. در نشست‌های مسلمین سربستان در رمضان اهمیت و ابعاد مختلف روزه‌داری در سنت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این نشست‌ها ممکن است در خود مساجد یا در خارج از مساجد در مراکز فعال فرهنگی رسمی در شهرهای گوناگون برگزار شود. در این ماه گرانقدر مردم مسلمان سربستان سعی در هرچه بیشتر عمل کردن به سنت‌های اسلامی و استفاده از لحظات ماه رمضان را دارند. پس به دیدن اقوام و صله رحم پرداخته و در جمع اقوام و خیشان خود و همچنین جمع‌های برادرانه مسلمین به تلاوت قرآن، تفسیر دروس حدیث و عبادت می‌پردازند. پس از هر غروب در رمضان‌های سربستان مردم به صرف افطاری در جمع خانواده خود و یا جمع سایر مسلمین پرداخته و سپس نماز مغرب را اقامه می‌کنند. در شب‌های ماه رمضان اقامه جمعی نماز سنت تراویح بسیار رایج و مورد توجه است و جماعت مسلمین در هر شهر و به طور چشمگیر در مسجد بزرگ پایتخت صفوفی متشکل از صدها نمازگزار را تشکیل داده و نماز تراویح را به تبعیت از سفارشات بسیار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برپا می کنند. بر سفره‌های سحری و افطار مسلمانان سربستان خوراکی‌هایی از قبیل گوشت گاو، سبزیجاتی مانند کاهو و کرفس، لوبیا، بادمجان، سیب زمینی و کیک و شیرینی و آب میوه دیده می شود. پس از یک ماه عبادت و تلاش مسلمین در سربستان برای پاک کردن آلودگی های نفسانی خود در نهایت به عید فطر می رسند. نماز عید فطر مراسم مشترک همه شهرهای مسلمان نشین سربستان است که به نوعی نشانه آغاز این عید بزرگ و قدردانی مردم از فرصت عبادت ویژه سی روزه است. علاوه بر این آداب و مراسم اجتماعی این روز، عید فطر جشن همگانی مسلمانان سربستان است که به دیدار یکدیگر رفته و در مراکز اسلامی و خیابان‌های اطراف غذا و شیرینی پخش می‌کنند. به هر حال ماه مبارک رمضان برای مسلمانان همیشه ماه تقوا و ایمان و خیر و برکت بوده و خواهد بود. ماهی که از آمدنش شادمان گشته و در روزهایش روزه گرفته و شبهایش را زنده نگه می‌دارند.